این دلیل کافی برای طلاق نیست خانم. اگه دلیل دیگه داریم بفرمایید. چه دلیل دیگه؟ شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده. نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستمو پس میگیرم. حاضر بیای؟ نه خیر، من حاضر نیستم. چرا حاضر نیست حاج آقا؟ بگید چرا حاضر نیست؟ چراش خودت میدونی؟ نه نمیدونم. لطف کن یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست. ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقع پاشیم بریم خارج. تو یه دلیل بیار چرا باید بمونم. من هزار تا دلیل برات میارم. یکیشو بگو. یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟ ولی زنتو میتونی ول کنی. من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه. تو برای من دادخواست طلاق فرستادی، من کشوندی این دادگاه، زندگی من رو انداختی. برو، این اسمش ول کردن نیست حاج آقا. همین الان نگو اگه میخواد بره بره. بله الانم میگم وقتی نمیخوای با من زندگی کنی من به زور که نیاوردم به زور میخوام نگرت دارم. برو یه روز اومدی با من میخواستی زندگی کنی، امروز نمیخوای زندگی کنی. وقتی ترجیح میدی بلند شی بری اون ور. ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دو تا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده. 6 ماه که الان ویزا اومده. خب 40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی بعد این موقعیت رو از دست بدیم؟ میخوای موقعیت از دست ندیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده. تو شرایط رو الان میبینی، وضعیت رو میبینی، منم کشوندی اینجا پیشنهاد بده. آقا چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دنه بیا. من اجازه بدم صحبت کنم. بفرمایید. پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی داره؟ چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برای تو مهم نیست. اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر میکنی فقط برای تو مهمه آینده دخترت؟